وزیر دفاع انگلستان، در صورت بروز درگیری نظامی لندن از واشنگتن حمایت می‌کند. So with Iran we'll see what happens, but they've been very hostile. They've truly been the number one provocateur of terror. دونالد ترامپ: رژیم ایران واقعا مسبب شماره یک ترور است. آخوند روحانی: در هیچ دوره‌ای با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم. The United Kingdom shares the United States, European and Gulf. پنی موردانت، وزیر دفاع جدید انگلستان، دوشنبه شب در جلسه پارلمان این کشور گفت در صورت بروز درگیری نظامی لندن از واشنگتن حمایت می‌کند. به در پاسخ به این سوال که اگر تنش در خلیج فارس جدی شود آیا ارتش انگلستان از آمریکا حمایت می‌کند، گفت بله و ما همین الان هم در آن منطقه مستقر هستیم. این منطقه است که ما منافعی بزرگ و سرمایه گذاری کلانی در آن داریم و در حال همکاری با متحدان و شرکای خود هستیم. I think that the major general's remarks have been clarified. He was speaking in a particular context and we are absolutely on the same page in terms of the assessment of risk as the United States, and we've always been clear-eyed about the threats that Iran poses. So with Iran we'll see what happens, but they've been very hostile. They've truly been the number one provocateur of terror. دونالد ترامپ اصر روز گذشته پیش از ترک کاخ سفید به مقصد پنسیلوانیا در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره رژیم ایران گفت رفتار رژیم ایران خصمانه است. این رژیم مسبب شماره یک ترور است و اگر علیه منافع ما اقدام کند به شدت با آن مقابله می کنیم. ما هیچ نشانه ای نداریم که چیزی اتفاق افتاده باشد، اما اگر اتفاق بیفتد طبعا با نیروی قوی مواجه خواهد شد. آخوند روحانی در دیدار جمعی از آخوندهای حوزه کاهش درآمد دولت و محدود شدن ارتباطات بانکی با دنیا را از جمله مشکلات رژیم دانست و گفت در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده ایم. لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم. به افزود در این دوره و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع مشکلات کمتر شده است. لذا همه برای ارتقای امید و نشاط اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند. سنتکام فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا اعلام کرد گروه ضربت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و گروه آماده آبی خاکی ناو کرسارج با واحد 22 اعزام شده تفنگداران دریایی آمریکا عملیات مشترکی انجام دادند. این عملیات توانایی نیروی دریایی آمریکا برای بسیج کردن سریع با قابلیت‌های گوناگون عملیاتی را برجسته می‌کند. این مانور تمرین هوا به هوا، سرعت در آرایش گرفتن و برقراری ارتباطات مشترک برای امکان پذیر کردن سریع یک فضای فرماندهی و کنترل را در بر گرفت. سناتور مارکو روبیو عضو ارشد سنای آمریکا طی پیامی گفت در مواجهه با تهدید جدی از سوی نیروهای نیابتی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ تصمیم گرفته است نیروهای آمریکایی را راهی منطقه کند تا به هر حمله‌ای واکنش نشان دهد. واشنگتن تایمز نوشت سناتور لینزلی گراهام به فاصله کوتاهی بعد از اینکه توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید توجیه شد گفت کاخ سفید شواهدی ارائه کرده که نشان می‌دهد رژیم ایران طی چند هفته گذشته به خط لوله نفتی و کشتی‌های کشورهای دیگر حمله کرده است. وی افزود در صورتی که تهدیدهای رژیم ایران علیه پرسنل و منافع آمریکا فعال شوند ما باید یک واکنش منکوب کننده بدهیم.